هدف از پروژه جامعه یک این بود که شما تمامی طراحی دستی سازه در زلزله رو از صفر تا صد یاد بگیرید. برای این موضوع ما از پروژه استفاده کردیم که 15 تا گام داره. هر گام این پروژه اهمیت خودشو داره. توی یک گام ما ضریب زلزله رو حساب میکنیم. توی یک گام دیگه اگه خاطرتون باشه ما اومدیم برش پایه ها رو حساب کردیم، برش پایه ها رو توضیح کردیم، وزن طبقات رو حساب کردیم، بارگذاری به سازه اعمال کردیم، وزن طبقات به علاوه سختی اونا رو حساب کردیم و این نیروهای برش پایه رو اگه قاب های ما قاب ساده بود به بادبند ها دادیم، اگه قاب های ما قاب خمشی بود به نسبت سختی قاب ها بینشون توضیح کردیم و موارد دیگه کنترل واژگونی، کنترل مؤلفه عمود بر سطح قطعات الحاقی و موارد دیگه‌ای که شما مشاهده کردید. تمامی این موضوعات از اون جهت تو این فرادرس مهم بودن و ما بهشون اشاره کردیم که در همه کتب مهندسی زلزله وجود نداره و اینجوری نیست که یک کتاب بیاد این کالکشن رو داشته باشه و این جنبندی رو بخواد از مهندسی زلزله ارائه بکنه. برای همین موضوع ما این فرادرس رو به شدت توصیه میکنیم که به صورت پیوسته ملاحظه بکنید و از فصل اول ما هدفمند رفتیم جلو. یعنی فصل اول شروع کردیم ما از اینکه زلزله اصلا چیه، از کجا آغاز میشه، به چه صورتی هستش. معمولا درس مهندسی زلزله در مقطع لیسانس چون درس اختیاری هم هستش به فصل اول و فصل دوم یا نهایتا یه بخشی از این فصل ما فصل سوم محدود میشه و بیشتر از اون در دانشگاه تدریس نمیشه. حالا اگه دانشگاه سراسری با گرید بالا باشه یه مقدار متمایل به فصل‌های بعدی هم میشه، اما ما این فرادرس رو تو 7 بخش و 7 فصل جامع ارائه کردیم و مواردی از طراحی‌های لرزه‌ای، طراحی‌های نرم‌افزاری داخلش گنجوندیم که جامع باشه. مثال اولی که اینجا آوردیم و الان پایان مثال اول بود، این هدف رو دنبال کردیم. در پروژه دو دوستان دوباره یه پلانی ما اینجا داریم. در جهت افق 4 متر 4 متر هست دهانه ها و در جهت قائم 3 متر 4 متر و 5 متر هستش. در این مثال جامع ما میخوایم مواردی رو که توی مثال اول بهش پرداخته بودیم بپردازیم، اما با یه سری رویکردهای جدید، مثل اینکه سختی طبقه رو به دست بیاریم، توزیع نیروی برشی بین طبقات رو با یه رویکرد دیگه ای به دست بیاریم، تغییر شکل طبقه رو بتونیم به دست بیاریم. یعنی توی پروژه یک و پروژه دو چیزی نمیمونه از فصل سه که از زیر ذره بین ما جدا مونده باشه. برای همین اسم این پروژه ها رو من میگم پروژه های جامع، پروژه هایی که هدف ما بهبود قابلیت شما در طراحی های لرزه‌ای هستش. خب در پروژه دو ما پلان داریم که به صورت اسکلت بتونیه. در پروژه یک ما اسکلت فولادی داشتیم، اینجا اسکلت بتونیه. 5 طبقه هستش. نیرو و برش پای طبقات محاسبه شده. اعداد درج شده در روی اعضای قاب شکل مقادیر 1 الوم و اعداد درج شده در ستون‌های سمت راست قاب ها مقادیر سیگما 1 الوم هستش دیگه. برای تمامی تیرها یا ستونهای یک طبقه است. افرایمسی 200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و ای 15000 رادیکال افرایمسی هستش. افرایمسی هم که مقاومت فشاری بتون هستش، بتونی که ما استفاده می‌کنیم، و ای مدول الاستیسیته بتون که از این فرمول که آیین نامه ارائه کرده به دست میاریم. پس ما یکی سختی به دست بیاریم در یک طبقه 2 و 3 و بعد نیروی برش در جهت X در طبقات 2 و 3 به دست بیاریم، تغییر شکل طبقه رو بتونیم پیدا بکنیم، تغییر شکل طبقه دریفت منظورمون هستش، و با تغییر شکل‌های مجاز چکش بکنیم که آیا این تغییر شکل به لحاظ اینکه قابمون قاب اسکلت بتونی هستش با آیین نامه مطابقت داره یا نداره. دوستان با توجه به اینکه در جهت X و در جهت Y ما اصلاً اثری از آثار دیوار برشی یا حالا بادبندهای فولادی یا بتونی نمیبینیم، دیوار برشی بتونی هیچ کدوم از این حالت وجود نداره، قاب ها در جهت X و در جهت Y قاب های خمشی هستش. یعنی برای قاب های خمشی شما خاطرتون هستش که توی یک قاب ستون ها و تیرها بودن که مشارکت میکردن که سختی رو مشخص بکنن. پس سختی قاب اینجام در هر جهت برای همینه که
می‌بینید که یه مقدار پلان منظم هستش. در قاب‌های خمشی معمولاً اگه بخوایم دستی محاسبه کنیم بهتر جواب می‌گیریم وقتی پلان منظم باشه و این مقدار حساب کتاب ما راحت‌تر میشه و ما از مشکل مبرا میشیم. اما اگه پلان ما پلان نامنظمی باشه یه مقدار به لحاظ محاسبات دچار سردرگمی میشیم. اینو باید خاطرمون باشه. ببینید نیروهای افقی که داره وارد میشه، ما فرض میکنیم که این نیروهای افقی نیروهایی هن که خود صورت سوال داده، یعنی برش پایه ها رو همطور که توی صورت سوال شما داری میبینی میگه محاسبه شده، دیگه نیازی نیست که برش پایه رو محاسبه کنیم. توی پروژه یک نحوه محاسبه این موارد رو گفتیم برای اینکه مبتدا فرادرس ما هدفمندتر بشه از موارد تکراری پرهیز کردیم. نیرو برش پایه اینجا محاسبه شده، دیگه نیازی نیست به جدول بندی یا به اتلاف وقت نبود. نیرو برش پایه در طبقه بالا 28 هر طبقه رو داده. میدونید که هر طبقه نیرویی که به ترازش وارد میشه وقتی که به صورت پلکانی با هم جمعشون بکنیم میشه برش پایه در اون طبقه. یعنی الان نیروی 28 ارتفاع طبقات هم 3 متر هست، ارتفاع طبقه اول 450 داده، به تراز طبقه 5 نیروی 28 و برش پایه 28 اثر میکنه، به تراز طبقه 4 نیروی 24 ولی برش پایه 52 اثر میکنه و همینطور میایم پایین. پس برش پایه در اون جهت عدد 97 تن بوده. در مثال قبلی عدد 52 تن و عدد 44 تن 42 تن داشتن اگه خاطرتون باشه، ولی چون اینجا هم 5 طبقه هستش پس جرم بیشتره، پس برش پایه مطمئنن بیشتره چون با جرم ارتباط داشته. یک الوم برای تمامی تیرها 200 در نظر گرفته میشه. سختی ها رو بچه ها میخواییم بگیم: نمایش پلان آکسپندی، نماسازی و نمودار برش و نسبت یک الوم. نمودار برش ها هستش، سمت چپ رو دقت بکنین، برای تیرهای تمامی طبقات ما سختی هاشو داریم اینجا میبینیم. اینا مقادیری هستش که خود صورت سوال به ما داده: سختی های ستون ها، سختی های تیر ها و در قاب دیگه هم به همین صورت میتونیم ببینیم. الان A تا F اگه دقت بکنیم منظور این زاویه دید هستش، این جهتی که من دارم نشون میدم بهتون، این قابو داریم میبینیم که به این صورته، و 1 تا 5 این قابی هستش که از سمت چپ به راست ما داریم نگاه میکنیم و این قاب اولیه رو داریم مشاهده میکنیم، اینجا هم دارید میبینید. از سختی ستونها تیرها داده شده. یک الوم برای همه تیرها در این قاب 200 تیر روش نوشته نشده. خب گام اول میگه میدونیم که نیروی برشی و مرکز صفر طبقه وارد میشه، اما به دلیل اینکه نیروها که میشن بار مرده و زنده تقریبا یکسان روی سقف طبقه توزیع شده، در نتیجه مرکز صفر همون مرکز سطحه. چرا؟ چون ما یه جایی بارگذاری بیشتر نداریم، یه جایی کمتر. پلانه خیلی چهارگوش و مربعی هستش، پس ما میتونیم بگیم مرکز جرب همون مرکز سطحه. پس میتونیم بگیم نیروی زلزله و نیروی برشی مرکز سطح داره وارد میشه. حالا مرکز سطح کجاست؟ همون وسط پلان هستش. در این جهت 20 متر بعد داریم و در این جهت 16 متر. پس نصف 20 متر 10 متر و نصف 16 متر 8 متر فاصله ای میشه که حدوداً اینجا میتونیم در نظرش بگیریم. فاصله ای میشه که من دارم نشون میدم. شما دارید میبینید دقیقاً توی این باکس هستش. و مرکز سطحه، ببینید که فاصله x 10 متر و y 8 متر برای ما مشخصه. گام دوم محاسبه سختی طبقه حد فاصله 2 و 3 برای محاسبه سختی قاب محورهای A تا F. منظور این قاب هست، این قاب، این قاب، این قاب، این قاب، این قاب و این قاب. میدونید که سختی این قاب ها هیچ فرقی با هم نمی کنه و یه سختی رو داره دیگه. چرا؟ چون قاب ها کاملا مشابه هم هستن. که فرمولش چی بود؟ 24E H2 دو تا زیگما کای C، یه دونه زیگما کای B باتم و بله یه دونه تقسیم بر زیگما کای B تاپ. ما بخوایم حساب بکنیم این رو که بین قاب های در محورهای آتایف هم یکسان بوده این سختی 24E، ای هم که میتونیم حساب بکنیم با توجه به اینکه 15000 افرایم C، افرایم C هم که داریم. ارتفاع خود صورت سوال به ما ارتفاع 3 متر رو داده، حداقل این که بین حد فاصل طبقه 2 تا 3 ما ارتفاع 3 متر رو داریم، پس 300 به سانتی متر میذاریم. 2 تقسیم بر زیگما کای سی، یعنی تمام ستون هایی که
تو اون جهت داره، میتونی اینجا ببینی. به علاوه یک، دو تقسیم بر 1600، دو برای خود فرمول هستش، به علاوه یک تقسیم بر 830. 830 چیه؟ جمع سختی تیرها در کف. و چون تیرهای کف و تیرهای سقف با هم به لحاظ سختی برابرن، 830 هم اینجا برای تیرهای تاپ یا سقف در نظر میگیریم. پس این مدل تیر ریزی ها یکسانن. معمولا میتونیم تو اکثر مواقع این کسرها با هم یکسان هستن، ولی سیگما کایسی رو باید به دست بریم، یعنی ستون ها در اونجا چه مقدار سختی دارن. خب این عدد میشه 729/1000 ای که با توجه به فرمولاسیونی که برای ای داریم حدوداً 1 در میاد وقتی ای رو اثر بدیم. حالا یه مدل دیگه هم قاب داریم دیگه، سختی قاب محورهای 1 تا 5. یعنی از این جهت هم سمت چپ به راست ما بخوایم نیرو وارد بکنیم، این یه قاب، دو قاب، سه تا قاب، 4 تا قاب، 5 تا قاب تو جهت ایکس، این قاب ها هستن که نیرو زلزله رو میگیرن و این 5 تا قاب به لحاظ سختی کاملا مشابه هم هستن. یه دونه سختی حساب بکنه انگار تمام سختی ها محاسبه شدن. اینجا قاب 1 تا 5 شما دارید میبینید، فقط که باید میکنی که با اون فرمول که برای قاب آ تا اف محاسبه کرده بودیم، سختی قاب 1 تا 5 هم محاسبه بکنیم. 24 ای تو صورت 300 اچ هستش بر اساس سانتی متر به توان 2، 2 تقسیم بر 1920 زیگما کالم هستش در این قاب، برای 1 تقسیم بر 1000 سختی تیرها هستش در این قاب. بخوایم مشخصش بکنیم، ببینید دوستان وقتی که ما میخوایم قاب 1 تا 5 رو در نظر بگیریم، قاب 1 تا 5 یعنی ما میخوایم این قاب رو ببینیم سختیش چجوری هسته، پس باید از جهت بالا به پایین نگاه بکنیم. پس دیدی که خود صورت سوال به ما داده برای این قابی که آ تا اف نوشته سختی قاب 1 رو برای ما مشخص میکنه، پس برای بخشی که ما میخوایم سختی قاب 1 تا 5 رو به دست بیاریم، باید با توجه به آ تا اف به مثلا مون نگاه بکنیم، یعنی از این باید استفاده بکنیم. حد فاصله طبقه 2 تا 3 زیگمای ستونهاش 1920 و زیگمای تیرهاش 1000 هستش. این چیزی هستش که به ما داده، میبینید 1000 رو روی در واقع تیرها نوشته و 1920 زیگمایی هستش که ستونها داره. خب پس ما 1920 و عدد 1000 رو داشتیم. برای اینکه قاب آ تا اف رو بخوایم به دست بیاریم، ببینید دوستان سختی این قاب ها ما باید از این ور نگاه بکنیم، چون این قاب ها رو به ما دید میده این سطح نگاه و 1 تا 5 هستش. برای همین موضوع ما به 1 تا 5 نگاه میکنیم و 830 برای تیرها و 1600 برای ستونها رو انتخاب کردیم. ببینید 830 1600 برای آتاف، 1920 برای ستونها و 1000 برای تیرها برای قاب 1 تا 5 برامون مشخص شد. پس باید اینا رو خیلی حواسمون باشه. یه درسی داریم به اسم طراحی صنعتی و نقشه‌کشی صنعتی در درس مهندسی عمران. در این درس دید ساختمونی و دید پلانی تبدیل میشه به پلان، یعنی نگاه از بالا، سکشن یعنی مقطع زدن و خودمون رو بذاریم توی اون مقطع، و در واقع الیویشن. ما اینجا از دید الیویشن داریم به مسئله نگاه میکنیم، یعنی الیویشن یعنی ارتفاع، یعنی وایسا به عنوان مثلا یک آدم تقریبا با ارتفاع متوسط به این سازه نگاه کن. وقتی به سازه نگاه میکنی یه همچین هیبتی رو میبینی، وقتی قاب دیگه به طرف دیگه نگاه میکنی یه الیویشن، یه همچین هیبتی رو میبینی، یعنی میبینی طبقات جلوی تو رفتن بالا. اما وقتی که از بالا نگاه میکنی به سازه، یه همچین پلانی رو داری نگاه میکنی. پس خیلی وقتا مخصوصا توی زلزله، چون تو زلزله جهت برای ما مهمه، سختی قاب. الان شما باید بدونید که قاب F چجوری باید بهش نگاه بکنم. قاب F به این صورت بهش نگاه میشه، یعنی از نگاه چپ به راست، یعنی تصویری که توی گرید های و توی لاین های 1 تا 5 به من داده، تصویری هستش که سختی قاب F رو به من میده. این موضوعی هستش که هم اینجا من خیلی در موردش دارم تاکید میکنم، هم تو پروژه قبلی دیدین که خیلی برای ما دید مهندسی مهم بود که به چه صورت ما سه‌بعدی داریم این موارد رو مشاهده میکنیم، به چه صورت برآورد میکنیم که الان مد نظرمون کدوم تیره، کدوم ستونه، کدوم قابه. یک مهندس این دیدش خیلی باید تقویت بشه. این چیزی نیستش که
اگه به دست نیاد و حل نشه شما رو کمک بکنه، مطمئنن به مشکل خواهید خورد. یعنی مهندسینی که دید سه‌بعدی، دید فضایی از یک سازه نتونن داشته باشن، یا بعد انقدر توی کار برن تقویت بکنن، نقشه های مختلف و با واقعیت بتونن تجسم بکنن، یا اینکه از تاپای نقشه کشی استفاده بکنن. چون اولین چیزی که مهندس رو کمک میکنه این موضوع هستش، و اگه یک الیویشن، یک قاب اشتباه بشه تو محاسبات، تماما نیروهای زلزله تو اون جهت اشتباه به دست میاد. یعنی اصلا انگار طراحی سازه ما کامل میره زیر سوال، چون اگه یک قاب شما قاطی بکنی تمامی قاب ها به هم میریزه سختیشون. و چون زلزله به نسبت سختی در سازه های نامعین داره توضیح میشه بین قاب ها، بین تیر و ستون ها، شما اگه سختی قاب رو نتونی تشخیص بدی به شدت مشکل ساز میشه. الان کاری که ما کردیم حدوداً تونستیم سختی قاب آتوف و سختی قاب 1 تا 5 رو به دست بیاریم. خب حالا میتونیم بگیم که مرکز سختی رو به چه صورت بخوایم به دست بیاریم. ببین دوستان، مرکز سختی الان سختی برای قاب آتوف 1 به دست اومد. خب حالا نسبت به این مبنا ما بخوایم در نظر بگیریم، هر کدوم از این قاب های سختی داره. من میخوام سختی در جهت X مرکز سختی رو به دست بیارم. مرکز سختی قاب ها میشدن دیگه. اینجا رو مبنا بگیرم، میشه این سختی ضرب در 0، این سختی ضرب در 4، این سختی ضرب در 8، ضرب در 12، ضرب در 16، ضرب در 20. 20 و 16 حدوداً چقدر میشه؟ 36 با 12 48 با 8 56 با 4 60. پس بالا عدد 60 به دست میاد و پایین چیزی که تو حساب کتاب هستش، یک ضرب در 6 به دست میاد. 6 تا دونه سختی که میشه 10 متر. یعنی چی این 10 متر؟ یعنی توی این جهت که 20 متر مرکز سختی من تو 10 متر داره میفته. مرکز سختی همینجاست. مرکز سطح و مرکز جرم کجا بود؟ دقیقاً همینجاست. پس هیچ خروجی از مرکزیت مرکز جرم و مرکز سختی ندارم. حالا بریم وایش رو حساب بکنید. وایش هم 1.21 در اومد دیگه. سختی این قاب ها در این جهت 1.21 در اومد. ببینید من میخوام نسبت به بالا اگه بخوام بررسیش بکنم یا نسبت به پایین، هر کدوم 1.21 5 تا قاب وجود داره، ضرب در فواصلش میشه تقسیم بر 5 ضرب در 1.21. میبینی 0 3 7 11 16 با هم جمع کنی 7 و 14. با توجه به اینکه مرکز سطح و مرکز جرم در فاصله 8 متر به دست اومد، از همون مبنایی که مرکز سختی در فاصله 7 و 14 هم به دست اومد و فاصله مرکز سختی و مرکز جرم از همون مبنا 10 متر شدن، مرکز سختی و مرکز جرم هیچ خروج از مرکزیتی نداره. خروج از مرکزیت برای زلزله در جهت x 0، برای زلزله در جهت y 8 که مرکز جرم و مرکز سطح، منهای 7 و 14 هم که چی هستش؟ مرکز سختی هستش. 6 دهم خروج از مرکزیت داره. اگر خروج از مرکزیت های محاسبه شده از 20% بعد عمود بر امتداد زلزله کوچکتر باشد، ساختمان در پلان منظم در نظر گرفته میشه. ببینید دوستان، ما ساختمان گفتیم یکی در پلان باید منظم باشه، یکی در ارتفاع باید منظم باشه. خب اینجا یه جمله ای هستش که شما باید خاطرتون باشه. خروج از مرکزیت رو به دست آوردی، 20% بعد عمودش رو به دست بیار. ما تو جهت x بعدمون 20 متره، 20%ش میشه 4 متر. اگه 6 دهم از 4 متر کوچیک‌تر هست، پلان منظمه. میگیم بله هستش. صفر هم که از هر عددی کوچیک‌تره دیگه. پس تو جهت x هم پلان منظم. پس این سازمون سازا پلان منظم دسته‌بندی میشه. پس یعنی منظم در پلان داشته، منظم در ارتفاع. شرط منظم در پلان غیر از شروطی که وجود داره، این شرط شرط کنترلی و چک کننده اون هستش. لنگر پیچشی لنگری هستش که اون خروج از مرکزیت ما داره ایجاد میکنه. حالا آیین نامه میگه که شما اون خروج از مرکزیت رو در نظر بگی، 5% اون بعدم بهش اضافه بکن، یه بازویی به دست میاد، نیروی برش پایه رو توی اون طبقه ضرب در اون بازو بکن. یعنی الان ببینید یه وای به دست اومد 6 دهم، 5% بعد وای عمود بر اونم که 16 هستش، چقدر میشه؟ 1.4 متر هستش. پس ما میتونیم اینو به این صورت بنویسیم. بنویسیم 6 دهم خروج از مرکزیت به دست اومد. آیین نامه گفته که من به توصیه میکنم که 5% بهش اضافه بکن. از 5% اون بود رو. یعنی 1/20 اون بودم بهش اضافه کنم، حدوداً 8 دهم میشه با 6 دهم میشه 1.4 متر. لنگری که
داره میپیچونه حول وای، لنگری که داره میپیچونه حول ایکس، گفتیم نیرویی که تو هر جهت وارد میشه ضرب در بازو توی جهت میشه، پیچش تو جهت دیگر رو میده. این یه مقدار جزء همون دید تجسمی هستش که گفتم مهندسی باید تقویت بکنن و یه سری قوانین هم تو ذهنتون داشته باشی، میتونی با اون قوانین برین جلو. حالا خروج از مرکزیت واقعی که آیین نامه هم توصیه میکنه در جهت ایکس که خروج از مرکزیت خودته، 5% طول پلان در اون بود، 0 به علاوه 500 ضرب در 20، 500 ضرب در 20 هم که میشه 1، 0 به علاوه 1 میشه 1 متر. خب پس حالا لنگر پیچشی طبقه میشه تو هر جهت، مثلا الان من میخوام لنگر پیچشی حول محور x رو به دست بیارم، پس باید v در جهت x ضرب در خروج از مرکزیت در جهت y بشه دیگه. پس خروج از مرکزیت اینجوری تو ذهنتون باشه، خروج از مرکزیت توی اون یکی جهت حساب میشه، vx و خروج از مرکزیت تو جهت y. خب vx رو ما داریم چون برش پایه رو خوده صورت سوال به ما داده، میبینید که برش پایه طبقه رو ما داده، V هم برش پایه است، E N Y و E N X هم که به دست اومده 1.4 متر، به ضرب در برش پایه اگه بشه میتونیم عددش رو به دست بیاریم که چه مقدار داره لنگر پیچشی وارد میکنه. الان E N Y 1.4 هست، ضرب در V X باید در گام بعدی بشه. پس لنگر هم متوجه شدیم چجور به دست میاد. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ نیروی برشی رو بین قاب‌های طبقه توضیح بکنی. ما الان سختی قاب رو به دست آوردیم دیگه، اما حالا چجوری نیروی برشی رو بین این بخوایم تقسیم بکنیم؟ ببینید برای قاب خمشی ما بخوایم اگه نیروی برشی که هر قاب میبره رو به دست بیاریم، شما میبینید که این مثال با مثال قبلی یه مقدار تفاوت داره. در پروژه قبلی ما سعی کردیم که نیروی برشی که به طبقه وارد میشه رو مخصوصا برای وقتی جهتی که قاب خمشیش جهت وایمون جهت ایکس مون قاب خمشی بود، تو جهت ایکس این قاب ها به نسبت سختیشون توضیح بکنیم که متوجه شدین چه جوری هست. سختی قاب به دست میاریم مثلا همین که اینجا به دست آوردیم، نیروی برشی توضیح میشه. این فرمولی که بالای صفحه هستش و فرمول واقعا شاید وحشتناکی باشه، چیو داره به ما میگه؟ میگه مهندس عزیز، شما یه وقتایی هم به شکل واقعی لنگر زیادی تو پلانت ایجاد شده، این لنگر ستون و قاب تو داره میپیچونه، این ستون و قابی که دارن میپیچن یه نیرویی بهشون اعمال میشه، پس تو فقط نگو که نیرویی که به صورت برشی داره به طبقه اعمال میشه بین قاب ها پخشش بکنن. لنگر پیچشی هم طبق قانون مقاومت مصالح بین قاب ها توضیح بکن. پس این لنگر پیچشی تو هر جهت یه وی داره به قاب اعمال میکنه که متناسب است با فاصلش تا مرکز سختی تو اون جهت. خب الان اینجا رو ببینین، اول اینکه زیگما دیدو که برای ما مشخصه، چرا؟ چون هر کدوم زیگما کادیدو، ما اول زیگما کادیدو رو به دست بیاریم، میگه 1 ضرب در دونه دونه فواصل تا مرکز سختی. ببینین فواصل تا مرکز سختی، مثبت منفی این ور اونورش هم مهم نیست، چون به توان دو میرسه اهمیت نداره. به علاوه سختی قاب در جهت وای، در اون یکی جهت بهتره بگیم، ضرب در فواصل اون قاب ها تا مرکز سختی. یه عددی به دست میاد، سیگما کادیدو، برای همه قاب ها رو با هم حساب میکنیم. پس این مخرج یکسان هستش و آی نداره. وی ایکس به سیگما کای ایکس، این که مشخصه برشش هستش، یعنی برشی که داره تو جهت آی یک قاب میبره، تو جهت ایکس داره یک قاب میبره، متأثر از اون سختیش به نسبت سختی کل از کل اون برشی که به اون طبقه داره اعمال میشه. این که برای ما مشخصه، یعنی ترم اول این پرانتز برای ما مشخصه. ترم دومش چی میگه؟ میگه شما امو ضرب در دی بکن تقسیم بر زیگما کادیدو. این در واقع میشه یک جابجایی که از جنس جابجایی هستش دوستان. چرا؟ چون این سختیه، این جابجایی به توان دوه، این به فرض نیرو جابجایی، ضرب در جابجایی میشه به توان دو، توان دوهاش میرن، این نیرو و کا تقسیم به هم میشن، یک جابجایی رو میسازن. یعنی این بود و این ترمی که من دارم دورش خط میکشم از جنس جابجایی و تغییر مکانه. کا ضرب در تغییر مکان بشه دوستان چی رو به ما میده؟ نیرو رو به ما میده دیگه. مثل فنر F میشه K دلتا،
الان مگه نگفتین از جنس تغییر مکانه؟ خب وقتی که فاکتور گرفته شده و کا توش اثر میکنه همون کا دلتا میشه، میشه چی؟ وی. زیگمای کا ایکس هم که مشخصه 5 تو جهت ایکس دیگه که مشکلی نداره. پس 1/5 داره از نیروی برشی میبره، به علاوه این که اون لنگر تو جهت ایکس هم داره یه لنگری بهش اضافه میکنه، یه نیروی برشی اضافی داره اعمال میکنه. حالا اگه بخوایم نیروی برشی قاب‌های 1-5 رو در طبقه بین حد فاصله 2-3 حساب بکنیم در امتداد x، هر کدوم از قاب‌ها رو ببینید دوستان، اول اینکه زیگما کای x 6500 اینجا میاد، زیگما کا دی 2 475 اینجا میاد، درسته؟ 1.4 وی x همین شده بود دیگه، وی x ضرب در 1.4 وی x 8.6 چیه؟ فاصله مرکز سختی تا اون قاب مورد نظر. الان قاب 1 فاصله تا مرکز سختی تو اون جهت 8.6 داره. خب وی ایکس هم که مشخص، تمام ترما رو مشخص کردیم. با توجه به اینکه وی ایکس هم برای ما مشخصه، در آخر 17.94 هزارم نیروی برشی هستش که از حد فاصله طبقه 2-3 داره وارد میشه به قاب 1. قاب 2 به همین صورت تمامی موارد یکسانه، فقط فاصله اون قاب تا مرکز سخت 3.6 از این با حساب کتابش میشه 15.76 به سبک بالا. قاب 3 تمامی موارد یکسان، چون قاب ها دوستان یکسانه، همه قاب ها سختی هاشون 1.25 5 شه 1.25 هم 6.500 شده، میشه فاصله تا مرکز سختی 0.4. این یکی فاصله تا مرکز سختی 4.4، یکی فاصله تا مرکز سختی 7.4. پس تمامی قاب‌های 1-5 نیروبریشون برای ما مشخص شد. که بخوایم تخمین سرانگشتی بزنیم، 14 و خورده‌ای با 16 و خورده‌ای حدوداً میشن 31.5 و با 32 میشه 60 و خورده‌ای با 17 حدوداً 80 تا برش پایه‌ای که داره اعمال میشه رو این قاب ها میگیرن. خب شاید شما بگید جمع اینا میشه 80، ولی اینجا که بیان بین طبقه 2-3 74 تا برش پایه هستش. چطوری 74 تا بین قاب ها توزیع میشه برای ما برش پایه 80 رو برمقام میاره؟ 74 توزیع بشه بین 5 تا نفر، هر نفر یه سهمی میبرن که سهم ها رو هم دوباره بریزن بشه 74. در جواب اینو میتونم بهتون بگم، اون برای وقتیه که ما وی ایکس رو مثل پروژه 1 توزیع میکنیم بین قاب ها، درسته؟ اونجا هم ما جمع زدیم دقیق در اومد. اما وقتی که ما داریم اثر پیچش رو حساب میکنیم، یه برش اضافه تری داریم به قاب ها اعمال میکنیم. برش پایه درسته سر جای خودش، اما وقتی که اون برش اومده و یک لنگر اضافی رو به ساز اعمال کرده، قاب ها دارن برش بیشتری تحمل میکنن. پس اینجوری بهتون بگم، جمع اینا حدوداً 80 تن شد، ولی برش پایه 74 تنه. اینجوری بهتون بگم، با توجه به اینکه فواصل مرکز جیم و مرکز سخت تو این پلان خیلی کم بود، بسیار بسیار کم بود، میبینید که ما حدود تفاوت 80 مجموع اینا و 74 برش پایه 6 تن، با توجه به این بازو خیلی کوچیک لنگر، نیروی برش اضافه تری داریم میبینیم که به قاب هامون داره اعمال میشه برای پیچش تصادفی. حالا توی پروژه قبلی که فواصل بیشتر بود، شما حساب بکنید که اینجا حدود 10% داره پیچش اعمال میشه، اونجا شاید تا 30% تا 40% نیروی برش اضافه تر داره اعمال میشه و این اصلا حد مناسبی نیست. برای همینه که حتی در این حالتهایی که میبینین که توی جهت X ما اصلا خروج از مرکزیت نداشتیم، توی جهت Y هم فقط 0.6 داشتیم، ولی بازم داریم میبینین که به اندازه 6 تن اضافه تر داره برش پایه و برش به قاب ها در مجموع وارد میشه و این 6 تن عدد در اینجا کمی هستش، ولی در پروژه های دیگه میبینید که اگه بخواید حساب بکنید شاید تا 30 تن 40 تن این لنگر پیچشی داره نیروی برش اعمال میکنه. پس چیزی که برای ما مهم بود این فرمولیه که کار کردن باهاش شما برا بگیرید. در قسمت بعدی از ما تغییر شکلا رو میخواد.
با توجه به اینکه ما توی هر جهت 5 تا قاب داشتیم، توی یک جهت 5 تا قاب داشتیم و این قاب ها سختی هایی داشتن که سختیشون برابر این عدد بود، اینو 200 میذاریم بر اساس سانتی متر مربع، پس ای هم بر اساس کیلوگرم اگه بخوایم 3 تا صفرشو حذف کنیم بشه تن و سانتی متر مربع به دست میاد، کا میتونه 439000 ضرب در 210 بشه، 92.800 تن در سانتی متر میتونه باشه، پس اینم شد چی؟ سختی. سختی برای ما مشخص شد. خب الان یک طبقه رو به شکل یک جسم صلب در نظر بگیرید. یه سختی داره اون طبقه که مجموع سختی 5 تا قابه و یه نیروی برش پایه 94 تایی هم ما میتونیم بگیم که اگه بخواد اعمال بشه به چه صورتی هستش. تقسیم 92.800 بکنیم، واحدها اگه تن باشه اینم تن باشه با هم میرن و سانتی متر میمونه 804000 سانتی متر، یعنی به اندازه 1 سانتی متر همون طبقه جابجا نشده و مطمئنن به لحاظ آیین‌نامه‌ای برای ما مجاز هستش. آیین‌نامه چی داره میگه؟ میگه تغییر مکان به لحاظ حالا میگه تغییر مکان که آیین‌نامه مجاز تونسته باشه 5000 اچ هستش. اچش 300 دیگه. اچ اون طبقه 300 سانتی متره. 5300 سانتی متر 1.5 سانتی متر. 804000 سانتی متر 1.5 سانتی متر کمتر هستش و تغییر مکان به لحاظ آیین‌نامه‌ای ارضا شده. پس 4 تا بخش داشتیم پروژه جاممون. چیزی که ما تو این پروژه یاد گرفتیم نحوه اعمال، نحوه به دست آوردن پیچش تصادفی و اعمال آن به عنوان نیروی اضافی به قاب‌ها هستش. حالا اگه این پیچش تصادفی رو حال مواردی داشته باشیم که دیوار برشی داریم یا مهاربند، خب اونجا اعمال می‌کنیم و تو اون موارد می‌تونیم سختی‌ها رو به دست بیاریم و این بار اضافی رو بهش اعمال بکنیم و مهاربند رو طراحی بکنیم.